به نام خدا وند جان و خرم. کز این برتر اندیشه بر نگذرم، خدا وند دنام و خدا به نام جهان داور دادگر، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شاهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. درود بر شما خانم ها آقایان، دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستید شاد و خوش و خرم و تندرست باشین. در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستانهای شاهنامه. همچنان در فصل کاموس کشانی هستیم، در دوره طولانی جنگهای ایران و توران. پیش از اینکه بریم بر سر داستان، یک فیلمی ببینیم از یکی از اجراهای من، فکر میکنم سال 85 یا 86 بوده، در روستای سیمیلی، روستای بختیاری نشین در خوزستان. یکی از اون اجراهایی است که مربوط به اون فصل و اون زمان من بوده، اون احساس، اون شرایط و اون شیوه اجرا. نمیدونم دیگه به اون سبک و اون حس و حال در واقع اجرا خواهم کرد یا نه، ولی خب فصلی از جوانی من بود. اجرای تقریبا کاملی است این فیلمی که الان در یوتیوب قرار گرفته. لطفا این فیلم رو ببینید. برمیگردم و میرویم بر سر داستان. به نام خداوند جان و خرد، بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیاندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیامد گزند. همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شاهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. باز این گردون دون با ما سر پیکار دارد، ناوک غم بر دلم از سینه تا سوفار دارد. ای صبا تهمینه را از من ببر یک دم پیامی، از سمنگان تا به زابل ناله های زار دارد. قصه سهراب و رستم پند باشد با بدانی، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. سرمستر داستان در نظر دوستان، سرچ از خواب رو بودند همه پرجگران. سامرویان و سرمدست و نریمان جهان، سر و روها همه دادند صفا توده و مشت، از سر زلف به رخ تاب زده چون چوبان. ملبس بزم به کلی همه کردند برون، همه گشتند چسان صبح قیامت اوریان. طلبیدند یکا یک همه صندوق سلاح، پیش خرمن بنمودن چو سمسار دکان. خود و توپین و زره، ابلق و زنجیر و دوار، ترکش تیر، چهار آینه، در و خفتان، خنجر و ژندل و ژوبین و کمان و شمشیر، گرز البرزگران، ناخه چو خشت پران، مرکب پرتک پولاد رگ پانسری، زیر زین بردر هر خیمه ستاده یکران. نای زرین بکشیدن شه گردون قدر، تاک خورشید
ز برج حمل آید بیران القصه. به شبگیر یعنی دم صبح، چون بردمید آفتاب، سر جنگجویان برآمد ز خواب. بپوشید سهراب خفتان رزم، سرش پر ز رزم و دلش پر ز بزم. از آن سوی رستم چو شید ژیان، بپوشید تن را به ببر بیان. دو دریای سیمگون به حرکت در آمدن. نه این هم نبرد تو رستم نیست. قد و قامت سهراب شیروژن بلند شد، پرید به گردسمند. ترلک 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 زد به میدان. چون به هم رسیدند، چشم مردانه سهراب افتاد به چشم رستم. بدو گفت که رسته از چنگ شیر، چرا آمدی باز نزدم دلیر؟ گفت برای کشتی. گفت ای مرد، ز نام تو کردم بسی جستجوی. نگفتند نامت، تو با من بگوی. مگر پور دستان سام یلی، جهان پهلوان رستم زابلی؟ تو رستمی؟ چنین داد پاسخ کردم نیم، هم از دوده سام نیرم نیم. رستم هزار چون من شاکر دارد. ای فریبکار، دوستم هم از کشتی بود. میدان جنگ چه جای پژوهش نامردانه است؟ اگر صد تن چون من کشته شود، رستم کجا به میدان آید؟ برای کشتی آماده باش. ز اسبان جنگی فرود آمدند، اسبان را بستند به سنگ. رستم این طرف، سهراب آن طرف. قدیم رسم بوده وقتی دوتا پهلوون میخواستن کشتی بگیرن، چند نفر کهنه سوار میومدن برای خوندن گل کشتی. حالا ببینیم گل کشتی چیه. عیان بنوشته بسم الله اندر اول قرآن، بود ورد زبان من ثنای خالق سبحان. سلام و رخصت و عشقم به روی مرشد و عارف، دگر بر پهلوان و نوچه با هم سید دوران. ز اوصاف دلیری می نمایم من شکر ریزی، چه گویم قوت و سرپنجه و بازوی این گردان. دو ببر کوه پیکر شیر جرأت اژدها و هیبت، نهادن پای همت بهر کشتی اندر این میدان. به کشتی گیری امروز یاد آمد مبارز را، چو کشتی گیری سهراب و رزم رستم دستان. هوشوار عقب می روند، شیروار جلو می دوند. اما نه او را ظفر، نه این را خطر. رستم آمد با میله خود، بیاید به حقه ناف سهراب. سهراب زد به پیشانی رستم، عقب عقب رفت. پنج پنجه پلنگ آسای سهراب، انداخت به پیش قبضش. یک دست به پیش قبض، یک دست به شاخ. اما در دل گفت یزدان پاک، اقبال اقبال پدرم. یک نعره از بن جگر کشید، رستم رو کند سر چنگ. زد زمین، خیمه زد رو سینش، خنجر رو کشید، بند دستش رو گرفت. سهراب گفت یل شیرگیر، کمان دفکن و گرز و شمشیر گیر. کسی کو به کشتی نبرد آورد، سر مهتری زیر گرد آورد. نخستین که پشتش نهاد بر زمین، نبرد سرش گرچه باشد بکین. کشتی با این ماد و مرتبه است، آموزگار تو که بوده که چون این آیین به تو نیاموخته؟ برو که با زمان یافتی. اما فردا خواهی دید، خواهی دید که چگونه سر از تنت جدا می کنم. این بگفت و برفت. ببینیم زاری کردن رستم
به درگاه خدا از این خفت و ننگ و سرانجام کشتی گرفتن او با فرزندش سهراب به کجا خواهد انجامید؟ شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار وقت دگر. خدا نگهدار. داستان به آنجا رسید که در پی کینستانی خون سیاوش و حملات کینورزانه ایرانی ها به تورانی ها ضعف و شکست پی در پی نصیب ایرانی ها شد. تورانی ها از سرزمین های مختلف کمک خواستند، از چین، هند، ماوراءالنهر، سپیجاب، روم و دیگر سرزمین ها انبوه انبوه لشکر کمکی برای تورانیان آمدند. لشکر شکست خورده ایران از ترس و استراب و در ناامیدی از کیخسرو شاه ایران کمک خواستند. سرانجام کیخسرو از تهمتن رستم دستان کمک خواست. از آن طرف پیران ویسه وزیر دربار توران، وزیر اعظم دربار توران، از آمدن نیروهای کمکی از سرزمین ها بسیار شادمان به برادرش هومان ویسه گفت که به استقبال سران سپاهیان خواهد رفت. گفت هدف این هست که لشکر ایران رو تار و مار و سران سپاه ایران رو اسیر کنند. باری برویم بر سر ادامه داستان در فصل مفصل کاموس کشانی. پیران در ادامه به برادرش هومان گفت سپاه را سه بخش خواهم کرد. یک بخش را برای تسخیر بلخ می فرستم، بخش دیگر برای سرکوب ایران و بخش سوم برای ویران کردن زابل مقر رستم و همینطور کابل، چرا که کابلی ها هم از متحدین رستم و زابلی ها بودن. خلاصه پیران گفت زن و کودک و پیر و جوان در ایران زنده نمی گذارم، خاکشان را به توبره می کشم. این بگفت و با دلی پرکینه برفت. هومان به لشکریان تورانی استراحت داد، اما گفت مراقب باشید، مراقب باشید، چشم از هماوند کوه بر ندارید. پیران رسید به سپاهیان مدد، یعنی نیروهای کمکی، رفت به استقبال خاقان چین، زمین ادب بوسید، خوش آمد گفت. خاقان بسیار او رو احترام کرد و از وضع سپاه ایران و حال و روزشون پرسید، از سردارانشون پرسید. پیران حال و روز سپاه ایران رو اینطور تشریح کرد که سردارانشان گودرز، گیو، بیژن، روحام و شیدوشند، سپه سالاری هم دارند به اسم توس. ما به بخت خاقان چین امید داریم که همه اینها را اسیر کنیم. چو بر گنبد چرخ رفت آفتاب، دل توس و گودرز شد پرشتاب. که امروز ترکان چرا خاموشند؟ برای بدند عرض می بیهوشند. یا در کار شور و نقشه کشیدن هستند برای جنگ، یا در مستی و استراحت، نمی فهمم. مگر رستم آید، مگر رستم آید بدین رزمگاه، وگر نه بد آید به ما زین سپاه. گیو او رو دلداری داد، گفت ای توس. بدو گفت گیو ای سپهدار شاه، چه بودت که اندیشه کردی تباه؟ چو رستم بیاید بدین رزمگاه، بدیها سرآید همه بر سپاه. نبستند بر ما در آسمان، مشو بدگمان از بد بدگمان. نباید
ناامید بود. زودا که رستم به یاری ما بیاید، بهتر از خندقی گرد سپاه حفر کنیم بکنیم تا از حمله دشمن بیشتر در امان باشیم. گودرز پیر زد به کوه، از بالا نظاره‌گر شد، به اطراف نگاه کرد، به دیدبان فریاد زد نگاه کنید. دیدبان فریاد زد در واقع که نگاه کنید، از بسیار بسیار درفش و انبوه لشکر که به یاری پیران، به یاری سپاه توران آمدند، بر زمین جایی نمانده. رنگ گودرز مثل قیر سیاه شد. به نام خداوند جان آفرین. حکیم سخن در زبان آفرین. اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. گودرز چشم ها پر از عشق، چون این گفت که از اختر روزگار، مرا بهره کین آمد و کارزار. نبیر پسر داشتم لشکری، شده نام بردار هر کشوری. به کین سیاوش همه کشته شد، ز من بخت بیدار برگشته شد. نزادی مرا کاشکی مادرم، نزادی مرا کاشکی مادرم، نگشتی سپهر بلند از برم. به دیدبان گفت نگاه کن، از سمت ایران هیچ نشانه ای از آمدن سپاه هست؟ درفش سپهدار ایران کجاست؟ نگه کن چپ لشکر و سمت راست. به دو دیدبان گفت که از هر دو روی نبینم همی جنبش و جستجوی. گودرز آهی کشید از بن جگر، اشک ریخت، بنالید و گفت اسب را زین کنید، که از این پس مرا خشت بالین کنید. من میروم که عزیزانم را به آغوش بکشم و ببوسم. گیو، شیدوش، بیژن، روحام، سوارانم، میروم تا از همه آخرین پدرود را کنم. و سخت گریست. نهادند زین بر سمند چمان، خروش آمد از دیدبان در زمان، که ای پهلوان جهان، شاد باش، ز تیمار و درد و غم آزاد باش، که از راه ایران یکی تیر گرد پدید آمد و روز شد لاژورد. فراوان درفش از سوی ایران میبینم، درفش گرگ پیکر. پیش از این بارها درباره این نشانهای درفش ها که نشان هر سرداره و تعداد سربازانش برای شما گفتم. باری دیدبان اسم درفش ها رو گفت: درفش ماه پیکر، درفش گرگ پیکر اژدها، درفش شیر زرین. گودرز گفت: انوشه بادی، تو را خلعتی بزرگ خواهم داد. حال خوب نگاه کن،
ببین کی به ما میرسند. گفت فردا، فردا به هماون کوه میرسند. چنان شاد شد زان سخن پهلوان، که بی جان شده باز یابد روان. از آن طرف در اردوی تورانی ها با رسیدن لشکریان مدد و کمکی برای پیران، تورانی ها بانگ شادی برآوردن. ایرانی ها از شادی اونها سخت دل شکسته شدند. توس به بیژن گفت به بالای کوه برو، ببین لشکر تورانی چه تعدادند، در چه حالند. بیژن زد به کوه، دید دریا دریا لشکر، پیلان اسبان بسیار، درفش ها بیشمار. برگشت بدو گفت چندان سپاه است و پیل، که روی زمین گشت برسان نیل. می‌دونیم که اغلب در واقع در ایران باستان رنگ عزا رنگ سیاه نبوده، اینطور که از این داستان‌ها و اسطوره‌ها برمیاد، رنگ نیل، نیلی می‌پوشیدند و بنابراین ماتم رو هم تشبیه می‌کنند به نیل و رنگ نیلی. کمتر میشه که از سیاه صحبت، رنگ سیاه یا مشکی صحبت بشه. توس با دلی پر درد و چشم‌ها پر اشک سران سپاه رو جمع کرد، گفت کار بر ما زار شد، با همین ساز و برگ کم بسیج میشویم. باید شبیخون بزنیم، اگر کشته شدیم نمیگویند که به ننگ مردیم. در همین فکرهای غم‌انگیز و نقشه ها بودند که دیدبان آمد خبر داد چه نشسته اید؟ از سمت ایران برای من سپاه کمک آمده. سپهبد بخندید با مهتران، که ای نام داران گنداوران، به نیروی یزدان گو پیلتن، به یاری بیاید بدین انجمن. شبیخون نمیزنیم، بیدار و هوشیار منتظر میمانیم. صبح در سرزدن آفتاب عالمتاب، خاقان چین آمد به نظاره سپاه ایران. به پیران گفت امروز جنگ نمی کنیم تا سپاهیان از گرد راه رسیده استراحت کنند. از اردوی ایرانی ها صدای کوس و کرنای بلند شد، هوا شد زبس پرنیانی درفش، چو بازار چین زرد و سرخ و بنفش. خیلی جالبه که در این داستان ها این شلوغی و درهمی و اینها رو هم در گذشتن به بازار چین تشبیه می کردن. باری درفشش و درخشش سنان ها و جوشن ها، ببستند گردان ایران میان، بیاورد گیو اختر کاویان. میراث ایرانیان بوده در دوره های مختلف. کاموس، خاقان چین، منشور جنگی، بیورد، شنگل، متحدین پیران، همه ایستادند به نظاره. خاقان از لشکر آراسته و پیراسته ایران و نظم سپاهیگری و آرایش جنگی ایرانی ها خوشش آمد و بسیار پسندید. به پیران گفت تو درباره وضع ایرانی ها جور دیگری برای ما حرف زدی، تو ما را گمراه کردی. آنچه که ما میبینیم آن نیست که تو گفتی. پیران گفت خاقان، سپاهشان کم است، نباید نگران بود. به پیران چنین گفت خاقان چین، که اکنون چه سازیم از این دشت کین؟ پیران گفت سپاه را سه بخش می کنیم، بخشی از صبح تا ظهر بجنگند،
بخش دیگر از ظهر تا شب، بخش سوم هم شب بجنگند. به ایرانی ها فرصت آسایش و استراحت نمی دهیم تا یک باره از پا بیفتند و تسلیم بشوند. چون این گفت کاموس که این رای نیست، بدین مولش اندر مرا پای نیست. سپاهشان کم است، چرا اینقدر کار را به درازا بکشانیم؟ یک بار حمله میکنیم و میکشیم یا اسیر میکنیم. باید تا فردا راه فرار بر اینها ببندیم. فردا خواهید دید که چگونه از ایرانیان تلی از کشته خواهیم داشت. کاموس خلاف نظر پیران ویسه گفت بیوقفه حمله کنیم. بدو گفت خاقان جز این راه نیست، بگیتی به از جنگ کوتاه نیست. من با نظر تو موافقم. باقی هم همه موافقت کردن. روز دیگر خورشید سر به آسمان که در اردوی ایرانی ها دیدبان خبر آورد که سپاه کمک از ایران رسید. گودرز شاد از این خبر نشست بر اسب، رفت برای استقبال. فریبرز طلایه یا جلودار سپاه بزرگ رستم بود. گودرز رسید به فریبرز و لشکریان، پیاده شد از اسب گودرز پیر، همان لشکر افروز دانش پذیر. گرفتند مر یک دگر را کنار، ببارید گودرز خون بر کنار. فریبرز گفت ای سپهدار پیر، همیشه به جنگ اندری ناگزیر. زکین سیاوش تو داری زیان، دریغ آن سواران گودرزیان. از ایشان تو را مزد بسیار باد، سر بخت دشمن نگونسار باد. گودرز خون گریه کرد، بدو گفت بنگر که از بخت بد، همی هر زمان بر سرم بد رسد. از این جنگ پور و نبیره نماند، سپاه و درفش و تبیره نماند. کنون تا نگویی که رستم کجاست، ز غمها نگردد مرا پشت راست. فریبرز گفت او پس از من ز جای، بیامد نبودش جز از رزم رای. بدو گفت گودرز رستم چه گفت؟ که گفتار او را نشاید نهفت. فریبرز گفت ای گران مای مرد، تهمتن نفرمود ما را نبرد. بباشید گفت اندران رزمگاه، نباید شدن پیش روی سپاه. بباید بران رزمگاه آرمید، همی تا درفش من آید پدید. باید استقامت کنیم، دفاع کنیم تا رستم با لشکریان زابل برسد. تا آمدن او جنگ نمی کنیم و در جای استوار می مانیم. از آن طرف در اردوی ایرانی ها، در اردوی تورانی ها دیدبان خبر آورد که چه نشسته اید، از ایران لشکر کمک به هماون کوه رسیده. پیران از جا کنده شد. ببینیم ماجرای کاموس با ایرانی ها در شاهنامه حکیم فردوسی. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا
تا وقت دگر.